معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی تا هنوز آنان را در راستای مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان همکاری لازم نکرده است. WHO مثلا دوای صحت وزارت لاری همکاری وکړه نو داسې لکه وام لکه څنګه چې ضرورت دی په اندازه همکاری چا مسر نه ده کړی بلکې په یو پیسه دې هم نه ده کړی. دلته اوس هم ټوله بودیجه د اسلامي امارت مصرفېږي. د دوی ټول امکانات کار څوک ورسي وګورم به وویني په خپلو په سترګو که د دوی ډوډۍ ده که د دوی کالي دي که د دوی نور ضرورتونه دي دا ټول موږ د خپل بودیجه څخه دوی تورفه کوو. با گفته او سازمان سی جهان تنها داروهای مولتی ویتامین را از طریق وزارت صحت عامه با معتادان تحت درمان در مرکز آغوش کمک کرده است. دکتران استفاده از این ویتامین ها را برای بلند بردن مقاومت بدن و درمان کمخونی معتادان مهم می خوانند. همه معتاد را مجبور به این ساختیم و این بالای خود یک دین یک فریضه خود دانستیم که یا مولتی ویتامین و فولیک اسید هفته یک روز یا بگیرند. وقتی یک معتاد مواد استفاده میکنه سیستم ایمنی بدن ازی تحت صفر میه، یعنی برای کمخونی و با ویتامین های B6 و B12 و B2 یا ضرورت کافی می داشته باشه. معتادان تحت درمان میگویند استفاده از این داروها برای آنان مؤثر تمام شده است. دغه دوایان چې موږ تراکوي دا ډېر مثبت بدن باندې موږ ډېر مثبت پوینټ اچولی دا ډېرې تاثیرات یې په موږ کې کړي کوي کړي دي د موږ بدن او له دولته دا خواست کوو چې دا دوایان موږ ته نور هم زیاتې کړي او ډېرې. گفتنی است که معتادان جمع‌آوری شده سطح شهر کابل به هدف درمان به مرکز آغوش انتقال یافته و همکنون 3765 معتاد در این مرکز تحت درمان قرار دارند. احمد زکی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.